سلام، فردا سال روز شهادت یک مرد یگانه است، نه یگانه دوران ما که یگانه همه دوران. من فقط یه جمله از امام رو بگم، در شهادت این بزرگ مرد گفتند که مثل چمران بمیرید. چمران چگونه زندگی کرد که این گونه مردنی بهش توصیه میشه؟ فردا سال روز شهادت شهید دکتر چمران. از این لحظه گفتگوی رو با جناب آقای دکتر صادق طباطبایی شروع میکنیم که آشنایی و معانست فوق العاده زیادی با شهید دکتر چمران داشتن. دکتر خیلی ممنونم که تشریف آوردین، چون میخوام زمان رو از دست ندم. من یه نامه ای دیدم، یعنی چند تا نامه دیدم، حالا یه بخش رو الان میخوام بخونم. برای من خیلی جالب بود که دکتر چمران برای شما نوشتن. ما اول اینو یه ذره‌شو بخونم اگه شما اجازه بدین، چون خودش توش کلی سوال من دارم که ازتون مطرح بکنم. بخشی از یکی از نامه‌های شهید دکتر چمران رو به دکتر صادق طباطبایی براتون میخونم. صادق عزیزم، قربانت گردم، سلام گرم و آتشین مرا بپذیر. دلم خیلی برایت تنگ شده و این چند روزه همواره به یاد تو بوده ایم. فاتی و نور چشمم غزاله اینجا هستند و آخرین لحظات سپری می‌شود، گرچه فرصتی نداشتم آنها را به مقدار کافی ببینم. فقط یک بار آنها را به نبعه و تل زعتر بردم تا نمونه های وحشیگری عصر علم و تمدن را ببینند و برای دوستان خود و ارمغان بیاورند. راستی که اوضاع تل زعتر و نبعه گرگ آور است. در تل زعتر مقاومت میبینیم و مبارزه و سرسختی و شکست شرافت مندانه. در نبعه حزن و غم مظلومیت، سرقت و تخریب از روی کینه و چقدر وحشیگری. دو نمونه که بیننده را میلرزاند و آدمی را به گریه میاندازد. یک شب هم آنها به سور آمدند و مقداری مدرسه را تماشا کردند و بعضی اسلاید ها را دیدند و خلاصه جای شما خیلی خالی بود. این یه بخشی از نامه. دکتر خیلی ممنونم که باز تشریف آوردین. من خواهش میکنم اول قبل از اینکه حالا به جزئیات این نامه بپردازیم، شما بر ما بفرمایید که رابطه و آشنایی شما با دکتر چمران از کجا و چگونه بود. من حدس میزدم که احتمالاً شما یه جور، از خیلی سال پیش حدس میزدم که احتمالاً شما و دکتر چمران باید آشنایی با همدیگه داشته باشید، ولی وقتی این نامه ها رو دیدم نمیتونم کتمان کنم که تعجب کردم. این اندازه از وابستگی و نزدیکی که حالا توی نامه های دیگه هم هست و بهش اشاره میکنم رو از کجا، این آشنایی از کجا شروع شد؟ من الان یه لحظه رفتم توی حال و هوای زمانی که نامه ها رو دریافت کردم و بیشتر یک، به قول دوستان، یک رقت قلبی برام حاصل شد. اما یاد چمران هم هر وقت به نوعی در ذهن من زنده میشه دچار همین حالتی که الان هستم میشم، که یه خورده سخن گفتن رو برام مشکل میکنه. اما هر چه زودتر وارد تاریخ بشیم تا از این حالت خارج بشیم بهتره. عرض کنم که دکتر چمران، خب میدونید، از مبارزین دهه 1330 هست با مرحوم آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان، دکتر صحابی و غیره در نهضت مقاومت ملی کار شروع کردن و وقتی که در زندگی و تلاش در اینجا براش غیر ممکن شد به امریکا رفت. در تهران تحصیلات دانشگاهی داشت در رشته فیزیک و ریاضیات، اما وقتی به امریکا میره و در اون محیط قرار میگیره و وارد تحصیلات بالای آکادمیک میشه در فیزیک هسته‌ای و غیره، یک نوع شکفتگی خارق العاده از خودش به ظهور میرسونه. اگه بخوام شرح فعالیت های علمی و کارهای علمی شو بدم، به اصل مسئله که فکر میکنم نکته اصلی و ثقل برنامه خواهد بود نخواهیم رسید. اجمالا عرض کنم که در امریکا توفیقات علمی بسیار بسیار بالایی رو به دست میاره و موفق میشه که در نازا هم که مرکز تأسیسات فضایی و تحقیقات فضایی امریکاست جایگاه منحصر به فردی رو تصاحب بکنه. خانم امریکایی از خانواده اشراف امریکایی ازدواج میکنه، سبری و ازدواج چهار فرزنده، زندگی بسیار مرفه به لحاظ مادی، مرفه و مجللی داشت، در اینه که بسیار ساده زیست و بسیار خاکی بود. حالا خواهید دید که چگونه این که میگم ساده زیست و خاکی بود، کسی وقتی یه همچین شرایط و امکاناتی رو رها میکنه
به یک منطقه دیگه که یه قسمتی ازش رو الان خوندید در حزن و اندوه و غم و غصه و شکست و اینا، خیلی هم عجیبه. عجیبه و اینا رو ترجیح میده بر زندگی در امریکا. اگر فرصت می بود من قسمت هایی از یک نامه دیگه رو به تو می آوردم که شرح زندگیش رو بیان میکنه و به خطاب به آقای صدر مطالبی ذکر میکنه که مؤید این نظراتی است که من عرض کردم. به هر حال ایشون وقتی به امریکا میره به عنوان یک انسان متعهد تلاش های سیاسیش رو هم همزمان آغاز میکنه در به اقتضای زمان در اون موقع و بعد هم مؤسس انجمن های اسلامی در امریکا میشه به کمک دوستان دیگرش. این فکر میکنم این مقدار در مورد سابقهش کافی باشه که خدمتتون بگم، اما میزان رابطه ما با ایشون طبیعی است که ما هم که در اروپا انجمنهای اسلامی رو تأسیس کردیم و بعد در اوائل دهه 50 که این دو سازمان یکی شدن تحت یک سازمان قرار گرفتن، ببخشید اواخر دهه 40 یعنی دهه 1960 میلادی، دهه 60 میلادی سازمان دو اتحادیه اروپا و امریکا تحت یک چتر واحد قرار گرفتن و یکی شدن، طبیعی است که امکان مکاتبه و ارتباط با بزرگان هر دو سازمان فراهم‌تر میشه. خب این تا اینجا ارتباط کتبی است و از طریق مکاتبه و احیانا کسانی میانه میرن پیام میارن پیام میبرن و ایناست. یک سفر در اواسط دهه 40 آقای صدر دایی من آمدن به آلمان، امام موسی صدر. ایشون در کنار فعالیت هایی که در لبنان داشتند، تأسیس مجلس اعلای شیعیان برای ارتقای شیعیان به جایگاه که مورد نظرشون، از جمله کارهاشون تأسیس یک سلسله فعالیت های یعنی آموزشگاه های علمی و فنی بود، از جمله تأسیس یک انستیتو تکنولوژی که چند منظوره باشه. من یادم یه بار با امام در نجف صحبت میکردم، در مورد مسائل مختلف صحبت میکردیم باشون، ایشون گفت امام خمینی منظور نظر امام خمینی بعد بله گفتند که ما خیلی چیز دیده بودیم اما مهندس آخوند ندیده بودیم. گفتم منظورشون، گفتن شما مثل آخوند حرف میزنید، هم تحصیلات آکادمیک به اصطلاح به قول خود ما مهندسی و دکترا دارید، هم از نهج البلاغه و قرآن و این مسائل حرف میزنید. خب در مورد شما که طبیعی بوده دیگه، خانواده ای که درش زندگی کردید، رابطه امام موسی صدر دایی شما هستن، توی قم زندگی میکنید، خدا رحمت کنه پدر بزرگوار شما آیت الله طباطبایی. بله اما منظور ایشون این تیپ افرادی بودند. فقط شما منظور نه، کسانی که مثلا من عرض کردم در یه برنامه که در انجمنهای اسلامی ما سعی میکنیم بچه ها علاوه بر اینکه تحصیلات آکادمیک رو میکنن به مبانی فکر اسلامی هم آشنایی داشته باشن و به عمق و پختگی مورد نظر برسن. به این لحاظ از این نقطه نظر امام میگفتن که تکنیسیانی. بله آقای صدر هم هدفشون این بود که در این مؤسسه، در این انستیتو تکنولوژی، یک سری تکنیسیان آخوند تربیت در لبنان. در لبنان، یعنی جوان بچه های کوچیک از کوچیک بیرن مراحل مختلف و آموزش های ابتدایی متوسطه، تحصیلات فنی و تحصیلات اکادمیک در این حال هم به لحاظ عقیدتی پخته شده باشند. وقتی که این مؤسسه رو تأسیس کردند، همزمان تابستانی بود، آمدن به بهاری بود، آمدن به آلمان. در اون سفر چند تا از دوستانمون از جمله آقای دکتر حسن حبیبی هم از پاریس اومدن به آلمان برای دیدن امام موسی صدر، منزل ما. آلمان بودن؟ بله. آقای صدر اومدن آلمان، یعنی سفری مثل ظاهرا کنگره‌ای بود در الجزایر، در بازگشت از اون کنگره اومدن آلمان. آقای دکتر حبیبی در فرانسه اقامت داشتن در پاریس. ایشون هم میان آلمان. میان آلمان برای دیدن آقای صدر، یه چند تا دیگه از دوستان جمله مرحوم قطب‌زاده و اینا هم بودن. برام. امام موسی صدر منزل شما؟ منزل ما بود. منزل پسر خواهرش. بله، منزل خواهرزاده‌اش. گفتند که وضعی برنامه هاشون تشریح کردن لبنان چه کردم و چه کردم، گفتن اما من یه قسمت دیگه ای رو تدارک دیدم و آماده کردم، یه همچین برنامه است با یه همچین هدفی، اما دیگه ادارش با شما هست، شما ها باید مدیریتش رو عهده‌دار بشید و کسانی رو به من معرفی کنید که بتونن اینجا رو به اهداف مورد نظر برسونن. من گفتم دایی جون چه شاخصه ای، چه ویژگی باید این شخص مورد نظر شما داشته باشه؟ شروع کردن بر شما دادن، به لحاظ عقیدتی مثل شما ها باشید، با رژیم ایران سازشکاری نداشته باشید، جزء مبارزین باشه، جزء به قول خودشون منازلین باشه، تحصیلات اکادمیکی برجسته داشته باشه، مدیر، مدبر، در این حال عارف، با مردم خلق و خوی مردمی داشته باشه، بتونه بسازه، جاذبه بالایی داشته باشه، مقاومت درش حد اعلا باشه،
بتونه در مقابل سختی ها بایسته و از سختی ها نه تنها رنج نبره بلکه درونن شاد بشه. این رو عنصری برای سازندگی خودش بگیم. چیزایی میخواستن؟ بله، همین رو که شمردند در یک لحظه هر سه ما، آقای قدساده حبیبی و من، گفتیم این فقط مصطفی شمران و عجیبه همزمان هر سه‌مون گفتیم این کار فقط از مصطفی شمران. تو اون زمان شاید شمران شما دیده بودین؟ ندیده بودیم. هنوز ندیده بودین از راه مکاتبه و آشنایی؟ اما خب دوستانی که میامدن و میرفتن اطلاعاتی داشت، همدیگه رو میشناختیم، یعنی هم ایشون من رو میشناخت هم من ایشون رو میشناختم. تا اون زمان هنوز دکتر شمران امریکا بودن؟ در امریکا بودن. قرار شد که ایشون رو دعوت بکنیم و به معرفیش بکنیم به آقای صدر. من مأمور شدم که این کار انجام بدم. نامه نوشتم برای مصطفی که یه همچین برنامه است. آقای صدر که خب میشناسه اینها و یه همچین برنامه دارن، یه همچین اهدافی دارن و ماها عقیدمون بر اینه که این کار از تو برمیاد، ضمن اینکه تو بری اونجا یک پایگاهی هم برای ماها هست. ماها منظورم یک سری کسانی که در فعالیت‌های سیاسی داریم می‌کنیم، بله. نزدیک به ایران یه پایگاه دیگه هم داریم که هم از ایران بتونن در اونجا آموزش‌های لازم رو ببینن، هم کمک‌ها و امکانات فنی به ما داده بشه در قسمت‌ها و برنامه‌های مورد نظرمون الی آخر. ایشون نوشت که من سعی می‌کنم که در تعطیلات تابستان، یعنی دو سه ماه دیگه، در تعطیلات تابستان با خانم و بچه‌هام میام، هم یه دو هفته سه هفته اروپا رو بچه‌هام بگردن و به اتفاق میریم لبنان، یه دو سه هفته هم لبنان شرایط اوضاع رو ببینم چیه، برگردم اینجا و تصمیمم رو بگیرم و اقدام بکنم. گفتم بله، راه معقولش هم همین. در ماه ژوئن بود، یعنی تقریبا خرداد و تیر ماه سال 48 که آمد به اتفاق خانم و چهار تا بچه‌ش به آلمان. بلافاصله یه دونه از این فولکس‌واگن های استیشن خرید و عقبش رو مرتب کرد و یکی تخته گذاشت و صاف کرد و ابر گذاشت و وسیله استراحت و خواب و اینا برای یه سفر پیکنیکی دور اروپا. سه چهار روزی در اولش در اون موقع من در شهر آخن بودم، منزل ما بود و بعد رفت یه دوچرخید به فرانسه که رسید پاریس، به من زنگ زد که اگه میشه تو هم بیا چند روزی پاریس، که دوستان دیگه هم که اونجا هستن اونجا هم یه سری صحبت‌های با هم دیگه داشته باشه. رفتم پاریس و خب دوستانی هم که در پاریس بودن با هم صحبت کردیم و به اتفاق برگشتیم آلمان با دکتر چمران به منزل ما. سه چهار روز دیگه این منزل ما بود و بار سفر رو بست به طرف لبنان. خب رفت لبنان، خب با آقای صدرم آشنایش آغاز میشه و میره در شهر سور در مرز اسرائیل در جنوب لبنان. حالا شما تصور بکنید خانومی که اون زندگی ها رو داشته، اون وضعیت رو داشته، خانم امریکایی در این حال بسیار زن اصیل و واقعا یعنی باید تمام ویژگی هایی که به یک انسان میده، یعنی کسی که مصطفی عاشقشه دیگه، شو اینو باید تصور بکنید. بله. یعنی عشق این دو نسبت به هم دیگه مثلا مشهود بود. وقتی که پلو هم نشسته بودن با هم صحبت میکردن، گفتگوشون، نگاهشون به هم دیگه مشهود بود که دو تا دل داده هستن که با هم صحبت میکنن. حالا اون خانم اون وضعیت، اما حالا اون زندگی مادی امریکا رو در نظر داشته باشید، میاد در جنوب لبنان در یک مؤسسه ای که از اون ارتفاع که نگاه میکنه 100 متریش اردوگاه آوارگان فلسطینی است، تصاویری که جز غم و اندوه هیچ چیز متبادر نمیکنه، بقیه این طرف و طرف خاک و خل، البته قسمت های سرسبز هم در جنوب لبنان هست، اما دائما زیر در تیرس اسرائیل هواپیماهای شناسایی صدای از بالای سر رد میشن، این طرف صدای انفجار، اون طرف صدای بمب، اون طرف صدای گلوله، این درگیری ها شنیده میشه. حالا این خانم از اون محیط امن امریکایی آمده در یه همچین محوطه. خیلی خلاصه رد میکنم این قسمت ها رو. حالا من یه چند تا عکس هم آماده کردم، حالا بفرمایید شما. بله. از لبنان این ها. و خب بعد از یه مدتی اونجا میمونن. البته در این فاصله یه بار صادق قدساده به من گفت که به داد چمران برس، چمران داره میبره و ظاهرا یک عده نگذاشتن که آقای صدر خوب چمران رو بشناسه و فاصله ایجاد کردن بین چمران و خود آقای صدر. من خیلی وحشت کردم از این امر، بلا فاصله پرواز کردم به لبنان و متوجه شدم در این مدت حدود 8 هفته‌ای که اونجا هستن بیش از دو بار آقای صدر رو ندیده و صحبت از یه افرادی میکرد از مدیران قبلی مؤسسه. اون مؤسسه توسط افرادی اداره میشد
که اون افراد در اینی که علیه آقای صدر قیابن بسیار فعالیت های منفی میکردن و کارشکنی میکردن، حتی یه جا خوندم که به آقای صدر گفته بودن این مدیرم که برای مؤسسه گذاشت این شب روز علیه تو داره تبلیغ میکنه، آقای صدر گفتن به این کاری نداشته باشید، کارش چطور انجام میده، مدیر خوبی بر مدرسه هست یا نه، گفتن آخه چطور میتونه همچین کسی باشه اینا. برادر همچین شخصیتی مدیریت اون مدرسه رو داشت. وقتی که دکتر چمران میاد حس میکنه که خب ایشون اومده به عنوان مدیر جدید و جایگاهش هم میدونه، بنابراین به حیل مختلف مانع میشه. یک سری مطالبی شروع میکنه علیه آقای صدر گفتن، مطالب خلاف واقع، مطالبی که دیگران هم خیلی گفتند و به جایی نرسید و عمدتاً مطالبی که در سه جلدی که اسناد ساواک در مورد امام صدر هست خیلی از این مطالب رو میخونیم و میبینیم. واقعا بعضی مطالب اگه براتون بگم شما تعجب میکنید که چطور واقعا انسان میتونه اینجور وجدانش رو بفروشه و این گونه عمل بکنه در مورد شخصیتی مثل آقای صدر و دیگران. این مسئله که متوجه شدم خیلی برام شگفت‌آور بود. همون روز شب چمران آمد به دیدن من. در لبنان از شهر سور بود، آمد بیروت دیدن من. پایین در ساختمان مجلس بودیم. اینم بگم که ساختمان مجلس شیعیان ساختمان 5 طبقه بود. طبقه اول و دوم سوم مختص مجلس بود، طبقه چهارم پنجم زندگی آقای صدر بود، طبقه پنجم که کتابخانه شون بود که در موردش تا حالا زیاد صحبت شده. آمدیم پایین و گفتم که بریم بالا خونه دایی جون. گفت که اونجا که منزلشونه من در حریم خصوصیشون نمیام. گفتم اصلا جای تو حریم خصوصی است، من تعجب میکنم تا به حال نرفته اونجا. آقای صدر هنوز منزل نیامده بودن. به هر حال بردمش بالا. سه طبقه اول مجلس بسیار مجلل بود از هر لحاظ، خیلی شیک و مجلل و فاخر، متناسب با ضرورت‌هایی که اقتضا می‌کرد در شرایط لبنان، و اونم چمران دیده بود. طبقه چهارم پنجم در اوج سادگی. طبقه چهارم که زندگی خصوصی و خانواده آقای صدر هستند، در تمام مساحت به نظرم حدود 600 خورده متر مربع فقط 2 تا قالی وجود داره، اونم ماشینی، بقیه دیگه زیلو و از اینجور چیزها. آمد به طبقه چهارم یه همچین وضعیتی. من اصلا قیافش فهمیدم که عوض شد، وارد زندگی خصوصی آقای صدر که شد عوض شد. دیگه نشستیم و خانوادهشون بودن، یه صحبتی کردیم، بردمش کتابخانه آقای صدر طبقه پنجم، و نیم ساعت یک ساعت بعدم آقای صدر اومدند. شام خوردیم و گفتگو رو با هم آغاز کردن و آقای صدر گله کردن از چمران که من توقع داشتم که در این مدتی که اینجا بودی بیشتر به ما سر میزدی. مصطفی هم گفت که شاید من یه انتظار متقابلی داشتم، برای من بر شما میهمان بودم، و گفتن این غفلت رو میپذیرم و بابتش هم عذرخواهی میکنم، اما تو هم کوتاهی کردی. با این کلمه تو هم کوتاهی کردی، اونم یه دو سه کلمه جمله دیگه گفت، این یخ میون تیز آب شد و ریخت، و من برام کاملا محسوس بود که داره ذوب میشه، یعنی داره آب میشه مصطفی، اون چیزی که در این گاردی که ساخته بودن برایش در مورد آقای صدر گرفته بود اینا داشت از بین میره. به هر حال یه 2-3 ساعتی اونجا صحبتی کردیم و بعد گفت که خب پس من برم دیگه. ساعت 12:30 یک نیمه شب کجا بری؟ برم سور کنم همینجا بخواب. تعجب میکرد که مثلا منزل آقای صدر، مثلا منزل خصوصی بگی بخواب. برای 2 روز من چمران اونجا نگرش داشتم در منزل آقای صدر، و بعد شروع کرد برای من تعریف کردن مطالبی که در این مدت شنیده بود. آقای چمران از امام صدر در مورد امام صدر شنیده بود، و کسانی که این مطالب رو نقل کرده بودن و ما اون افراد رو میشناختیمشون که چگونه بودن. ما تا وقتی که چمران میخواست بره عمدن این مطالب رو باش در میون نگذاشتیم، گفتیم خودش با واقعیت ها مواجه بشه بدون پیش‌داوری از ناحیه ما، خیلی اثرش هم بیشتره. بهرحال این از همون دیدار اینها نسبت به هم دلدادگی پیدا کردند، و حالا شاید در فرصت‌های دیگری باز به نامه‌هایی که مبین این دلدادگی دو طرفه، چمران نسبت به آقای صدر که عشق منی، نمیدونم معبود منی، تو نامه بر شما نوشته؟ بر آقای صدر نامه‌ای که آقای صدر بر چمران نوشتن، اظهار علاقه که به او میکنن، نوع علاقه شون به چمران، اینا خودش یک دنیایی است که جداگانه باید در موردش توضیح بدیم و بپردازیم. به هر حال این مسئله حل میشه، اما یه مشکل دیگه‌ای به وجود میاد. چی؟
مؤسسه‌ای که اونجا بود حدود در یه مقطعی تقریبا کودکان خردسال زیر 12 سال نزدیک 400 تا بچه بودند. بله. در مؤسسه. در همون سفر یه روز من و چمران از بیروت می‌رفتیم به شهر سور به مؤسسه. مؤسسه توی سوره. بله، در یه ارتفاعی قرار گرفته کنار شهر سور که از بالا اینجا شهر سور رو پایین کنار دریا می‌بینید که به صورت دماغه‌ای در دریا پیش رفتیم. خب تو راه هم از هر دری سخنی میگفتیم، حدود فاصله حدود 80 کیلومتر بین بیروت تا سور و تا مرز اسرائیل هم از نقاط مختلف از 3-4 کیلومتر تا خود نزدیکتر دورتر. ما ماشین آمدیم توی مؤسسه، ماشین رو پارک کرد، آمدیم توی ایمون که حالا حیات هم هست که بچه ها هستن. فرزند خردسالش جمال توی بالکن ایستاده بود، دوید به طرف بابا، اینم بغلش کرد و و همجور عجیب و غریب میبویدش تو بغلش. یک مرتبه اینو گذاشت زمین، اخمای قیافش رفت تو هم، این بچه رو گذاشت زمین، پشت کرد به من و به سرعت رفت توی راه رو از بلا رفت بالا. من شگفت زده که چی شده، چه اتفاقی افتاد. یه لحظه اطراف نگاه کردم، اون جمال هم تفلک بچه 4 ساله همجور مات و مبهوت، یه خورده دست به سر و صورتش کشیدم و بغض کرده بود که چطور بابا رهاش کرده رفته. رفتم از پله‌ها بالا، وارد دفتر کارش شدم، دیدم روی کاناپه نشسته، دست به صورت به های های و بلند داره گریه میکنه. دست گذاشتم روش، شونه‌اش، خورده مصطفی چیه، چته، چه شده؟ بعد از یه چند لحظه‌ای که تونست به خودش بیاد گفت که چجور خودم رو ببخشم، چقدر پستم من، چقدر خودخواهم، این چه کاری بود کردم من، چه کار کردی؟ گفت که صحنه‌ای دیدم که کاش نمی‌دیدم و خدا کنه هرگز تو نبینی. گفتم چی دیدی؟ گفت لحظه‌ای که جمال رو بغل کردم داشتم می‌بویدم، پای اون ستون بلال رو دیدم. بلال یه بچه 4 ساله آفریقایی یتیم بود که توی مؤسسه بود. گفت اون رو دیدم که با حسرتی به جمال نگاه کرد و من اینکه این کودک یتیم در حسرت پدر و این حرکت ناپسند خودخواهانه من نسبت به جمال دل اون بچه رو به درد آورده، این رو چجور میتونم بر خودم ببخشم؟ حالا از این صحنه ها زیاد داشته و دیدیم و دیدم و اینا که به عنوان نمونه براتون نقل کردم. تازه حالا این آغاز سفر هست، آغاز برنامه شد. بعد از خب یه مدتی هم درگیری ها وجود داشت، یه روز خانمش میگه مصطفی بشین با همی خود صحبت کن. حالا من دیگه برگشتم به آلمان، خاطرم جمع شد که رسالت من چون مستقر شده به حال، این ارتباط هم با امام موسی صدر برقرار شد و جا افتاده دیگه، اون دیواره فرو ریخت. خانمش روز میگه مصطفی بشین شب خود با هم صحبت کن. میگه که وضعو که میبینی، اون چی که مسلمه بر آینده بچه هات اینجا جایی نداری. تو هم اونجا برنامه هات همین برنامه ها بود، منطقه خب نه اینجور از ملموس از نزدیک، تمام زندگی در خدمت به هم نوعانت بوده، تلاش میکردی برای ایران، مبارزه میکردی علیه رژیم شاه، مبارزه میکردی در آرزوی روزی که کشورتو آزاد بکنی. اینجا هم در همون جهت داری گام برمیداری، بیا به خاطر این 4 تا بچه برگرد بریم امریکا. چمران میگه که میزان علاقه من به بچه هم که میدونی، حالا این یه نمونم که من گفتم، شما هم میدونید دیگه. بله. من این 4 تا بچه رو برگردم اونجا، ببرم اونجا، این 400 تا بچه رو چیکار کنم؟ این 400 تا بچه رو نمیتونم ببرم اونجا، اما اون 4 تا رو میتونم اینجا نگه دارم. گفت نه آخه نمیشه، من نمیتونم. گفت نمیتونی تو برشون دار ببر. حالا اگه یادتون باشه در مقدمه سخن گفتم که چمران گفت من تعطیلات میام برم 2-3 هفته اونجا رو ببینم، بعد برگردم اینجا برنامه ها منظم کنم، برنامه تدریس دانشگاهیش و نمیدونم یه کارمند بالاخره ضوابطی داره برای مالیاتیش و بیمه و بازنشستگی و مجموعه چیزایی که انسان در زندگیش داره، اینا رو راسوریس کنه، مرتب کنه، سر و سامان بده، خونه و زندگیشو بعد برگرده بره که مستقر بشه. حالا ایشون اومده
اون دو هفته‌ای که قرار بود در لبنان بمونه که بنویس چگونه، تا الان فعلا 3 ماه ازش گذشته و برنگشت. نه خیر برنگشت اصلا. برنگشت و خانمی که حالا بیا بریم دیگه، گفت که میتونی بچه‌ها رو برداری تو بری، و خانم همه کارو کرد، بچه‌ها رو برداشت و رفت امریکا و آقای دکتر چمران اونجا موند. یک روز یا یک ساعت هم به امریکا باز نگشت. وقتی که انقلاب ایران هم به ثمر رسید، آمد ایران و از ایران هم خارج نشد، زندگی امریکا رو سه طلاقه کرد و همه چیز رو رها کرد و رفت اونجا. حالا این وضعیت در آغاز کار بود و روز به روزم شرایط سخت‌تر میشه. خیلی لبنان و مسائل مربوط به فلسطینی‌ها و درگیری فلسطینی‌ها با مسائل داخلی لبنان، دسیسه‌های استعماری کنار به جون هم بندازن و زندگی رو در لبنان متلاشی بکنن، چون لبنان به قول آقای سعد در یه مقطعی میگفتن که لبنان یک شرایطی داره که اگر لبنان این نبود، بعد یه لبنان ایجاد میکردیم با این مشخصه که این گونه اقوام مختلف، فرق مختلف مسیحی، فرق مختلف اسلامی در کنار هم در صلح و صفا نمونه یک زندگی واقعا شرافتمندانه، تقریب مذاهب با همدیگه، این گونه انس و الفت نسبت به همدیگه زندگی میکردن و در این حال میزبان 400-500 هزار فلسطینی آواره هم میبودند. اینو کشوریست در اوج آزادی، هیچ محدودیتی، هیچ حزب سیاسی، هیچ گروه سیاسی نداره. به تبعش هم تمام سازمان‌های جاسوسی نماینده دارن، شعبه دارن، دفتر دارن در اونجا. در یه همچین وضعیتی آقای چمران مستقر میشه. خب البته از ایران هم دوستان دیگه میرن اونجا و آموزش‌های لازم رو میبینند و برمیگردن. این یه اجمالی از این رابطه بین شما و دکتر چمران البته ادامه پیدا میکنه طبیعتاً. من یه عکسایی دارم اینجا که حالا شما خبر دارید ولی و خیلی از مردم هم نه خبر دارید که عکسای خودتونه و دوستانت شما و اینها، میخوام نشون بدم بعد راجبش توضیح بخوام از شما که چی بوده است و کجا بوده است و اینا. اگر اجازه یه چیزی راجب این نامه، یک چند تا نکته اینجا دکتر چمران میگن که فاتی و نورچشم هم غزاله اینجان، اشاره به کی؟ خانم من و غزاله دخترم، دختر خانم شما. بله ظاهرا. این مال چه سالیه این نامه؟ این نامه بعد سال 53 و 54 باشه، چون داستان تل زعتر و نبعه رو اشاره میکنه. بعد به قضیه سال 73-74 میلادی از لبنان برای شما در آلمان نوشته میشه. خانمم ایشون هم آقای صد داییشه، چون دختر خاله هستیم ما، دختر خاله پسر خاله. شما و خانم دختر خاله پسر خاله. در یکی از تعطیلات تابستانی ایشون رفتن به لبنان. به لبنان. طبیعتاً وقتی رفتن لبنان دکتر چمران هم دیگه طبیعی است که میزبانشون بود، در قسمت هایی برده بود، چرخونده بود. اشاره میکنه که اینا رو بردن تل زعتر و نبعه رو دیدن، اون فاجعه که اتفاق افتاد، فاجعه که حالا اونم در یه مقطعی در یه برنامه دیگری باید بشه انشالله بپردازیم اون مسئله رو. یا مثلا اشاره به شکست شرافتمندان و اینها که دکتر میکنه چیه؟ شکست شرافتمندان اردوگاه این هر دو منطقه نبعه و تل زعتر اردوگاه فلسطینیان بود، آوارگان فلسطینی بود. و وقتی که فلانش های لبنان و کتائب حمله کردند برای بیرون راندن فلسطینی ها، جوانان شیعه آمدن پیشمرگ فلسطینیان شدن، کربند امنیتی برای اینا درست کردن که اینها رو حلقه زدن که کتائب یا به قول اونها، به قول ماها فلانش ها، یا به قول خودشون کتائب، نتونن اینا رو حمله کنن. اونا شروع کردن با راکت انداز، با توپخانه دور اینها رو هدف قرار دادن و حتی یک حلقه دور این درست کردن که نتونن حتی مجروحان رو ببرن به جای منتقل کنن و به اصطلاح مداوا بکنن. وقتی که این حلقه بسته میشه، جوانان شیعه و گروه عمل که میلیشیای نظامی شیعیان بودن که چمران مدیریت و فرماندهیشون رو داشت، اونا وارد عمل میشن، درگیری با کتائب و فلانش ها برای شکستن این حلقه محاصره تل زعتر. نبرد خونینی در میگیره و همونجور که میدونید فلانش ها مورد حمایت اسرائیل بودند، اسلحه اسرائیل و حتی نقشه ها و تدارکات اسرائیل در خدمتشون قرار گرفت و نهایتاً هم جوانان شیعه و هم فلسطینان شکست میخورد در این نبرد. شکست شرافتمندانه اشاره به این بله در این نبرد. خب در تل زعتر هم که اصلا باید گفتم یه برنامه جداگانه بهش اختصاص بدید، اگه برید اونجا حال من و شما هم گرفته میشه، پرداختنه بشه. خب ازش خیلی سریع عبور کنیم. دوستان
دوستان من خواهش میکنم که اون عکسایی رو که بهتون دادم نشون بدین که من راجبش از دکتر توضیح بخوام. عکسایی است که حالا سالش و شکل و شمایلش رو میپرسم از آقای دکتر. باید لبنان باشه، شروع میکنین؟ همینطور صدای ما باز باشه که راجبش صحبت بکنیم. خب صدای من شنیده میشه دیگه نه؟ آها، این اولین عکس میخواین نگرش داریم دکتر که راجبش توضیح بدی؟ این عکس رو نگه دارین لطفا، برگردیم عکس قبلی رو. اینم خوبه، اینم خوبه، همینجا بمونین لطفا، همینجا بمونین، ببخشید آی دکتر. بله اون عکس قبلی که دیدی که پدر و پسر هستن، بله، از شیعیان جنوب لبنان که این پسر جزء کادر نظامی سازمان عمل هست. اسرائیل شب عملیات کماندویی میان و این پدر رو بازداشت میکنن، میگن پسر رو باید تحویل بدی، پسر رو به ما معرفی بکنه. خب این پدر پسر رو معرفی نمیکنه. عکس بعدی رو بیارید که نشونم دادید الان. بله ببینید، پدر رو میبرن شکنجه میکنن، دستش رو با اتو سوزوندن. آه این که دستشو بالا گرفته، بله، داره نشون میده که با دستش چه کردن اینجا. آخ آخ، بله دستی است که اتو روش قرار گرفته، اتو سوزوندتش. بله دیگه میبینید پوست دست رو میبینید، از قیافه هم درد و رنج فریاد میزنه. این عکس رو شما گرفتین؟ من حالا یه سوال دیگه، عکس بعدی هم دارید؟ آره هنوز هست، یه سری عکس هایده. سریع رد کنید ببینم. این باز همون پیرمرد. بله همون پیرمرد، قیافه رو ببینید. بله بله این اینجا عکس. بله اگر بتوانید زوم بکنید روی اینو نگه دارید لطفا، میشه نه ببینید. اگه شد نزدیکتر ببینید داریم. چه شکنجه ای کردن با چاقو، گوشت رو بله پاره کردن و زجر دادن که این بتونه فرزند. اما شایدی این به خاطر شکنجه های اسرائیلی هست برای اقرار گرفتن که پسر شما معرفی کنه کجا. و یه سوال، شما یک سر از کجا آوردین؟ آوردین دیگه قربان، حالا پیدا کردیم دیگه، خیلی سخت نیست، چرا یه خوردم سخت بود البته، ولی به هر حال پیدا کردیم. ضرورت داشت من دوستان شما میای خانواده همون نواب، ولی واقعا اینو بمونین لطفا. بله این چیه؟ اینم خانواده همون مرد هستن، خانومش و بچه‌هاش. پشت سرم خانهشون هست که توسط اسرائیل ویران شده. بسیار خوب، عکس بعدی رو. و این بله دخترش، اگر دقت کنید شستش یکی از انگشت‌هاش قطع شده. بله. دختر همون خانواده است؟ دختر همون خانواده است. بله ولی آقای شهیدی اکثر از کجا آوردی؟ آوردیم دیگه دکتر دیگه، جمع جور کردن. این اکثرهای آلبوم خصوصی منه که فکر نمی کردین دست ما برسه. ولی رسید. با چه عملیات اطلاعاتی جنسی؟ خب همین اکثر رو ببینید. بعد این اکثر هم مدرسه دکتر، یک سلام صبحگاهی است که میبینید که حدود 400 تا کودک که ایستادن. مدرسه‌ای که در سور مدیریتش رو شهید دکتر چمران بود. این 400 تا بله بچه‌ها اینا هستن. اینا بچه‌های کیان؟ اینا این بچه‌ها اغلب اینا یتیم هستن، بعضیشون از آفریقا هستن یا لبنانی و فلسطینی که در جنوب لبنان هستند و اینجا آموزش می‌بینن. اینا تا مرحله مهندسی و دکترا میرن جلو. هنوز هست این مدرسه یا نه؟ هنوز هم هست این مدرسه و توسط خواهر امام صدر اداره میشه الان. ولی اصلا تشکیل و راه اندازیش با امام موسی صدر. برای امام موسی صدر بود وقتی که راه افتاد چمران مدیریت... اول یه آقای دیگری بود مدیرش برای مدتی کوتاهی، بعد دکتر چمران اومد و بود تا انقلاب که به ایران اومد و مدیریتش توسط دیگری انجام شد. عرض کردم از تقریبا از اواخر مهد کودک میتونیم به تعبیر خودمون بگیم دوران آموزش ابتدایی تا دانشگاه این مراحل رو طی می‌کردن این بچه‌ها. یه عکس معروفی داره الان دم دست نداریم، حالا فردا بهتون نشون میدم. دکتر چمران میان همه این بچه‌ها نشسته، همه خوابیدن و استراحت می‌کنن تو پتوها. بله. و ایشون صمیمی بود با بچه‌هاش. بله این ساختمان مؤسسه است. یه قصه اینجا البته به موضوع چمران ربط نداره، اینو برات باشه خوبه بگین تعریف بکنم. این ساختمان می‌بینید چند طبقه است دیگه، یه ارتفاع بالاش شاید مثلا حدود 30 متر تا پایین فاصله داره. سید احمد خمینی سال 55 اومد لبنان. خب اون رو ضلع بالای ساختمان رفتیم، رو طبقه بالای ساختمان. اون ضلع بالا لبنان بودیم. منم لبنان بودم. ولی اون ضلع بالای هره بود شاید مثلا به عرض 30-35 سانتی متر. کجا اون بالا؟ بالا درست این لبه ساختمان، طبقه بالا. روی پشت بام پرید رو این لبه هره و شروع کرد راه رفتن. کی؟ دکتر چمران؟ نخیر سید احمد خمینی. بله
فرید اونجا راه رفتن، چمران گفت چه میکنی بیا پایین. ایشون اومد پایین گفت چیه؟ گفت که آخه اون بالا میدونیم اون طرف ارتفاع 30-40 متر اینا. گفت خب من رو زمین دارم راه میرم، 20 سانت مساحت احتیاج دارم اینجا هم. بله، این چه فرقی با اون بالا داره؟ یعنی تسلط به اعصاب رو. گفت آخه اون بالا چطور حواست؟ گفت حواس من؟ گفت آره. دوباره پرید بالا سر این ضلع زاویه 90 درجه دو طرف، دستشو گذاشت و بالانس زد. مرحوم سید احمد خمینی رو دارید می‌فرمایید؟ بله. یعنی ساختمان یه دست این طرف لوید، از اون طرف دستشو گذاشت و بالانس زد. من مات و مبهوت بودم، چمرانم همینجور. بعد دیگه ترس گرفته بودش، البته چند ثانیه بیشتر طول نکشید، پرید احمد آقا پایین. گفت میخواستم بزنمش که این حتی تپش قلب من باعث نشه از این طرف پرتش کنه پایین. اگه افتاده بود ما جواب مردم ایران و جواب آقای خمینی رو چی باید میدادیم؟ کی باور میکرد که شیطنت خود فرزندشون باعث قتل این فرزند بود؟ بگن ما یه دسیسه انجام دادیم، اومدیم بردیمش. این قبل از مال دورانی است که مرحوم سید احمد خمینی به نجف ایران. بله، هنوز به نجف نرفته بود. قم بودند اون سالها و بعد یه دوره میان پس مدتی در لبنان بودن و بعد رفتن به، اونم برای مدت کوتاهی رفتن برن لبنان که با فوت حاج آقا مصطفی مواجه شد و اونجا موندن. اینم باز یه عکسی است که ولی واقعا این عکس رو به همون بچه ها، همون بعض بچه هاشن. شما باید بعد از این برنامه به من بگید این عکس رو چجور به دست آورد. دیگه رهاتون نمی کنم. عکس بعدی رو هم نشون بدین. بله، اینجا بله در همون مؤسسه یک کارگاه کارگاه قالی بافی دایر کردند برای دختران، به خصوص دخترانی که شیعه جنوب لبنان که اینجا آموزش قالی بافی میدیدن و در منزلشون براشون دار میزدن که کار بکنن و هم یه چیزی تولید میکردن، زندگیشون هم میگذرن و از اون فقر هم بیان بیرون و کار هم ایجاد شده باشه براشون. این آقای روحانی که میبینید، برای جوانترها میگم، امام موسی صدری که صحبتش رو آقای دکتر طباطبایی میکنن، دایی آقای دکتر طباطبایی، امام موسی صدر همین آقای روحانی هستن که در این عکس میبینید. خیلی خوب، عکس بعدی رو نشونمون بدین لطفا. بله، این دیگه هنر دکتر چمران من هستم. بله، در غروب شهر این عکسو کی گرفته؟ چمران گرفته. آها، عکسی که دکتر چمران در لبنان؟ در لبنان، در شهر سور، خود سور. بله، جنوب لبنان. خیلی هم لبنان قشنگ. و این عکس، بله، این رو بمونیم دکتر. بله، این رو یه لحظه نگهش دارید، یک داستانی داره. داره میره ها. بله، یک داستان غریبی داره این عکس که حالا فرصتمون کوتاه، اما من خیلی خلاصه براتون بگم. اینجا در دره‌های ارتفاعات بعلبک و کیفون منطقه لبنان هست که در اون دره‌ها خیمه اردوگاهی زده بودند و بچه‌های شیعه رو آموزش نظامی میدادند. اولین گروهی که تعلیمات نظامی دیده بودند، حالا به اصطلاح فارغ التحصیل شده بودند، قرار شد که مراسم فارغ التحصیلیشون و عملیات رزمی نمایشیشون در حضور آقای صدر صورت بگیره. اینا تصادفاً، باز من لبنان بودم، خیلی از این تصادفات اتفاق می‌افتاد. البته علتش اینه که هر روز زندگی آقای صدر و موضوع حادثه، شما هر وقت می‌رفتید با یه مسئله نوعی جالبی مواجه بودید. لبنان بودم و دایی جون گفتن که ما فردا قراره بریم برای یه همچین مراسمی که اونجا هست، ساعت 10 صبح هم خواهیم رفت. چمران هم اومد و ما هر دو آماده شده بودیم. ساعت 10 مجلس پایین ایستاده بودیم منتظر که آقای صدر بیان از آسانسور رو بریم. در لحظه که ما ایستاده بودیم، هنوز آقای صدر نیامده بودن، یکی از فرماندهان ارشد فلسطینی، ابو زعیم، وارد شد، خیلی برافروخته و سراسیمه. گفت سید کجاست؟ سید کجاست؟ گفتیم سید بالاست و الان میاد و قراره که بریم برای فلان جا. خب میشه دکتر رو ببینیم؟ حالا گاهی هم اگه ضرورت پیدا کرد همین عکس هم میبینیمش. بله آقای دکتر، من از ببینیم. بله، گفت که گفتم از سید کار دارم، یک فاجعه اتفاق افتاده، یک فاجعه است. گفتم که چی شده اینا؟ در این لحظه آقای صدر اومدن، آمدن پایین و رفت جلوشون، دستشون گرفت که مولانا به کمکت احتیاج داریم. چی شده؟ دیروز یک جوان فلسطینی یک دختر مسیحی رو در شهر طرابلس به قتل رسونده و خانواده اون مقتوله، اون دختر، امروز 40-50 تا فلسطینی رو گروگان گرفتن و میگن که این قاتل رو باید به ما تحویل بدید تا ما این رو آزاد کنیم. و الان در طرابلس یه همچین بلبایی.
آقای صدر لحظه فکر کردن و به چمران گفتن که زنگ بزن برنامه توی دو روزی عقب بینداز، یعنی اون جایی که برای عملیات نمایشی فارغ التحصیل ها میخواستیم بریم. با آقای شیخ محمد یعقوب سخنگوی مجلس گفتن که تو هم را بیفت بلافاصله برو ترابلس. البته قبلش از ابوزعیم پرسیدن که قاتل رو میشناسین شما؟ گفت که میتونیم پیداش بکنیم. گفتن که میتونین در ید خودتون بگیرینش؟ گفت بله، در کمتر از دو ساعت میتونیم. به محمد شیخ محمد یعقوب گفتن تو برو وقتی رسیدی اونجا به من زنگ بزن، اگه تا اون موقع اینا قاتل رو پیدا کرده بودن پیامی میدم که به اون خانواده مقتول بده. اتفاقا بعد به من و شمرانم گفتن برید همدیگه خودتون سرتون گرم کنید، منم میرم کتابخونه خودم رو برای مراسم افتتاحیه دانشگاه که هفته آینده سال تحصیلی آغاز میشه بعد سخنرانی بکنم، خودم رو آماده میکنم. ما رفتیم چرخیدیم و بعد از کمتر از یک ساعت و نیم ابوزعیم برگشت با جوان فلسطینی قاتل. وقتی رفتم تو کتابخونه به دایجون گفتم که ابوزعیم اومد با اون جوان، گفتن اینجا آوردتش؟ گفتم بله. پیدا بود که مکدر شدن، نمیخواستن که اون شخص در مجلس بیاد. به هر حال یه جایی براش گفتن ترتیب بدن که اون در ید باشه به اصطلاح، آبودانه براش فراهم کنن و ازش پذیرایی بکنن. در این مشق محمد یعقوب هم میرسه به ترابلس، زنگ میزنه. دایجون میگن به این خانواده بگو که قاتل در اختیار منه، شما اینها رو آزاد کنید، من با شما صحبت خواهم کرد و مراسم تشییع جنازه هم بگید کیه، در تشییع جنازه شرکت میکنم. تقریبا 1:20 بعد شیخ محمد یعقوب زنگ زد که گروگان ها همه آزاد شد. چه قدرتی داشته امام موسی صدر. و بعدم اعلام کردن که مراسم تشییع جنازه کیه. روز تشییع جنازه ما رفتیم به ترابلس. رفتیم در منزل خانواده مقتول. حالا یک خانواده که دختر جوان 22 3 سالش که از دست کشته شده باشه، با اون وضع فجیع، خواهر، برادرها، مادر، پدر، اقوام، بستگانی، حالت بسیار رقتباری داشت. مراسم تشییع جنازه شروع شد. طبق سنت خودشون به صف حرکت میکردن، اون کشیش هم جلو میرفت و کتاب انجیل هم باز آیاتی از انجیل میخوند و بقیه هم آمین گویان دنبال. آقای صدر و ما هم دنبال اینو حرکت میکردیم تا رسیدیم در جایی که مزار رو آماده کرد. دکتر شمران هم راشون بود. رسیدیم در اونجایی که مزار رو آماده کرده بودن، گودالی که حفر شده بود و تپه خاکی که ایجاد شده بود در کنار گودال. بعد طبق مراسم خودشون کنار اون تپه ها دو تا میزچه‌ای گذاشته بودن که روش دو تا سبد بود، توی سبد خاک بود و یه قاشق، توی سبد دیگه هم شاخه های گل. آه بله. که مشای این بعد که برنامه تمام شد می آمدن دور می زدن می رفتن اونجا، هر کس به تناسب سلیقه خودش یا یک مشت یا یک قاشق خاک می ریخت روی جنازه تابوت. یا یک روی تابوت یا یک شاخه گل می داشت. بله. همه که انجام شدن آقای صدر هم آمدن و رفتن و با دستشون خاک برداشتن و روی تابوت، بله، یک ذکری گفتن که من از دور نمی‌شنیدم چیه، روی تابوت ریختن و دو تا شاخه گل هم به بالا و پایین تابوت گذاشتن. بعد رفتن روی تپه و شروع کردن به صحبت کردن. من خیلی مجذوب اون حالت روانی جمع مسیحی جمع شده بودم و به خصوص بیتابی مادر و خواهر اون دختر خیلی رقتبار بود. اما در حینی که آقای صدر صحبت میکردن، هی رفته رفته انگار هی یک چیزی داره آب میشه، هی آرامشی داره ایجاد میشه و اون نشون میداد قیافه ها که هی داره یه نوعی انبساط پیدا میکنه. صحبتشون 8-10 دقیقه بیشتر طول نکشید. وقتی که آمدن پایین، در اون جمعی که ایستاده بودن، مادر و خواهر و برادرها و پدر، یه گفتگوی درون خودشون بود. پدر آمد از این طرف، رفت و دست آقای صدر رو گرفت، گفت که مولانا، مادر این دختر و من خون این دختر رو به تو بخشیدیم، هرچی که عقل دینت، عدلت، مروتت اقتضا میکنه با اون انجام بده، ما در این جهان و اون جهان بخشیدیمش و خون این دختر رو به تو میبخشیم. خانواده که به خاطر قتل دخترشون 40-50 تا گروگان میگیرن. بله، گرفته بودن و اون حالت روحی. حالا البته من میگم اینقدر مجذوب چیز بودم، هیچ خدا متمرکز نکردم به صحبت های آقای صد که چی میگفتن. اما چمران های های بلند گریه میکرد، چون بسیار انسان عاطفی بود
و نمیتونست خودش رو کنترل بکنه وضعیت، و وقتی که با این صحنه مواجه شد که دیگه اصلا نتونست عکس برداری بکنه، چون در حال دست دق دق عکس میگرفت دکتر چمران، دوربینی همیشه رو دوشش بود معلوم. و بعد ازش پرسیدم، گفت که در مورد حواریون مسیح صحبت کردن و در مورد قصاص و در مورد عفو، که در عفو چگونه است، داستانهایی و نقل قولی از حضرت مسیح می آوردن و این بود که این وضع رو دگرگون کرد. حالا فوز کلامی این عکس مال عکسی که دیدیم، این عکس ما فرداش رفتیم برای افتتاح، یعنی بر اون جشن، این عکسی که الان دیدید اون مراسمه. بله ببینید دکتر طباطبایی هم کسی که امام موسی صدر رو ببینید پایین تر بیاید، کسی که کت سفید داره دکتر طباطبایی هستن که نشستن. بله. دکتر چمران که توی این عکس نیست، چمران عکاس صحنه است. آها، خود این عکس رو دکتر چمران گرفته با دوربین مشهوری که گفتید هم چمران میشه رو دوشش بوده. خب با این عکس کاری نداریم، بعدی رو ببینیم. بعدی رو ببینیم. یه عکس دیگه هم براتون پیدا کردم دکتر. این سیاه‌سفیده به نظرم همونجاست. این همون عکس. همون. بله یه لحظه دیگه است. بله رد کنیم. این شیعیان و رهبران عمل و اینها بودن که همراه بودن. این عکس دیگه دکتر. خب بعد بگید این عکس رو از کجا آوردی؟ این عکس اینها کادرهای سازمان عمل هستند که جلسات آموزش ایدئولوژیکشون رو خود آقای صدر جلسات آموزشیش رو داشت. خب. این بعد از یه جلسه که تعلیمات ایدئولوژیک دیدن اومدم، یه عکس دست جمعی گرفتن، منم پای ستون اون بالا ایستادم. بله اون آقای بالا آقای جوانی که دیده میشن دکتر طباطبایی. این عکس هم دکتر چمران گرفتن. این عکس هم دکتر چمران گرفته. بله خیلی خوب، عکسای دکتر چمران رو من کجا گیر آوردم؟ این بله این یه جایی است به نام رأس العین. رأس العین. بله رأس العین، اتفاقا میگن سرچشمه. خب این اگر عکس دور بتونید برش گردونید ببینید پشت دریای مدیترانه است. حالا همین اشکال نداره، همین عکس هم باشه بد نیست، همین هم باشه. پشت دریای مدیترانه است، به فاصله کمتر از 100 متر یک استخر بسیار بزرگی همین که میبینید چشمه است، آب بسیار شیرین و زلال. بله به فاصله 100 متر که دریا آب تلخه، نمیدونم شوره فلان، این آب شیرین. بله به همین دلیلم هم یکی از چیزهای تفریحیه. این عکس هم باز دکتر چمران بنده گرفته. بله اونجا کنارش بوده. مال چه سالیه این مثلا؟ 50 و این بله همون 53 و 4 خیلی خب بعدی رو هم ببینیم. بله اینم ماهیگیران جنوب لبنان هستن. اون شهر سور به صورت دماغه رفته توی دریا. اون شهر سوره. بله. و شما هم قدم زنان کنار ساحل. بله اینم باز آقای دکتر چمران این عکس گرفته. عکاس جالبی هم بوده دکتر چمران. شکار لحظه ها میکرده واقعا. خب ولی بله. یکی خود دکتر این چمران. بله این دکتر چمران در سنگر که در جنگ های داخلی لبنان در مقابل کتایب و فالانژ ها که شاگردانش و بچه هاش و چریک هاش بودن، اغلب هم خودش سر میزد. و آقای شهیدی چمران در این مقاطع 24 ساعت بیش از 20 دقیقه نمیخوابید. حد اکثر اگر میخوابید 20 دقیقه. در 24 ساعت 20 دقیقه دکتر؟ بله بله در 24 ساعت دکتر اشتباه میکنیم. 20 نخیر دوستان. یه بار دو بار یا همیشه؟ یک هفته، 10 روز، 2 هفته، 3 هفته. بیشتر دوستانی که اینجا باش در جبهه بودن در ستاد جنگ های نامنظم این رخ میگن و تایید خواهند کرد. مکانیزمی داشت برای جلوگیری از خستگیش که اونو یاد منم داده بود، قسمت هایشو البته مثل اون نمیتونستم عمل کنم، اما یک برنامه ای داشت که میتوانست با 10 دقیقه مدیتاسیون و یه حرکت خاص دو 10 دقیقه کار 10 ساعت 12 ساعت استراحت مکانیکی رو برای بدنش فراهم بکنه و برگرده به حالت انرژی. بله ولی یکی خود دکتر این بله این دکتر چمران در سنگر که در جنگ های داخلی لبنان در مقابل کتایب و فالانژ ها که شاگردانش و بچه هاش و چریک هاش بودن، اغلب هم خودش سر میزد. و آقای شهیدی چمران در این مقاطع 24 ساعت بیش از 20 دقیقه نمیخوابید. حد اکثر اگر میخوابید 20 دقیقه. در 24 ساعت 20 دقیقه دکتر؟ بله بله در 24 ساعت. دکتر اشتباه میکنیم. 20 نخیر. یه بار دو بار یا همیشه؟ یک هفته، 10 روز، 2 هفته، 3 هفته. بیشتر دوستانی که اینجا باش در جبهه بودن در ستاد جنگ های نامنظم این رخ میگن و تایید خواهند کرد. مکانیزمی داشت برای جلوگیری از خستگیش که اونو یاد منم داده بود، قسمت هایش رو البته مثل اون نمیتونستم عمل کنم، اما یک برنامه ای داشت که میتوانست با 10 دقیقه مدیتاسیون و یه حرکت خاص دو 10 دقیقه کار 10 ساعت 12 ساعت استراحت مکانیکی رو
برای بدنش فراهم بکنه و برگرده به حالت اجرا شده. آدم غریبی بود. بله، در یکی از نامه‌هاش خطاب به اعضای بدنش دیگه، پا و دستش. تو نیایش ها چه چیز غریبیه. بله بله. بله، منظورش اینه. راجع به دست‌های من، پاهای من شما رو چه کردم و چه کردم و شرمنده‌ام از شما. یعنی خودش احساس خستگی نمی‌کنه. یه عارف از سلول‌های پاش، از سلول‌های دستش عذرخواهی می‌کنه که اینها رو شکنجه داده و بیش از توانشون ازشون کار کشیده. به دلیل این بود که واقعا یک همچین توانی داشت، همچین امکانی داشت. این عکس رو شما گرفته بودین یا نه؟ عکس که دیدیم این عکس رو یکی از دوستانش گرفته بوده، من نگرفته بودم. این پس تو لبنان؟ این هم تمون چریک های بله در سنگه های لبنانه. بله، بازم دارید؟ این قربان. بله، این دکتر، این عکس من از دکتر چمران گرفتم. در یک بنز مال کیه دکتر؟ اینو نگاشت. مال دکتر چمرانه. آ، بنز خود دکتر چمران تو لبنانه؟ بله، این تنها عکسی است که من از ایشون گرفتم در اونجا. فکر می‌کنم اگر داشته باشید عکسی منم باید بدم. بله داره. اون عکس بعدی رو نشون بدی. بله. اینم دکتر سواسبایی با همون بنز. بله. قربان، با ماشینا عکس می‌گرفتی؟ جزء نه جدی، جزء مثلا تفریحات شما یا دکتر چمرانی با هم یه مقدار توی جاده ها جاهای مختلفو که نشون من میداد، نقاط مختلف رو، خب یه استراحتی می‌کردیم. اینم اونجاست. خب بعدی هم نشونمون بدین. این یکی هم باز دکتر طباطبایی. بله، این از مزارع جنوب لبنانه که منطقه که موز داریم میچینیم. حالا این عکس برای شما باز دکتر چمران گرفته. برای شما چی جالب بوده؟ و اینم عکس سر مزار اون دختر هست که عرض کردم. این عکس اون اتفاق. بله، بعد دارن فاتحه میخونن آقای صدر. این پلوش هم شیخ محمد یعقوب سخنگوی مجلس اعلاست که مجلس شیعیانه که صحبت کرد. بسیار خوب. این یکی دکتر. عجب دیرور دیدن شاید. اینجا این عکس تا حالا منتشر نشده، حالا مردم ندیدن، این اولین بار دارن میبینن. بله، دکتر چمران توی دماغی این قاری است که گفته میشد که حضرت مسیح در اینجا اعتکاف میکرده، در این قار. بله، در این کجاست؟ در لبنان، در فاصله بین بیروت تا سور هست. خب. که میره در ارتفاعاتی که منو برد چمران اونجا که در دهانه قار که من این عکس رو از ایشون گرفتم، یا عکس هم همینجا ایشون از من گرفت. عکس دارم قربان، اون یکی هم نشون بدی. ای بابا، آلبوم منو آوردید اینجا شما. عکس بعدی رو آیا منجا این یکی. بله. این دهانه همون قار. این دهانه همون قار هست. اتفاقا یه چیز جالبی هم اینجا باز اتفاق افتاد. چی؟ نمیدونم اگه بتونید یه لحظه استاپ کنید. اینو نگه داریم. اگر بتونید زوم کنید روی دست چپ من، رو انگشت کوچیک، شما یک انگشتر میبینید به دست من. نمیدونم میتونیم زوم کنیم یا نه، مثل اون روز یا نه. اگه شد حالا به هر حال انگشتر رو ببینید توی انگشت کوچک دکتر طباطبایی. دست چپ من یه انگشتر میبینید، انگشتر فیروزه دست چپ منه. حالا اگر داشته باشید عکسای بعدی رو نشون بدیم. بریم عکس بعدی رو. این عکس بعدی. بله. این چی اولا من دست به پیشونی گرفتم و دست چپ من نگاه کنید، انگشتر نمیبینید. انگشتر نیست؟ نه خیلی، انگشتر نیست به دست چپ. ببینید وقتی که ما چی شده؟ وقتی از غار اومدیم بیرون، خب دکتر چمران مثل قرقی از این ارتفاع دوید رفت پایین، من اومدم اداشو در بیارم، به همون سرعت از همون راه بپرم پایین، لیز خوردم و خوردم زمین. یعنی به صورت افتادم پایین و همونجور دستم گرفته. آها، زخمی شدین که این دستمال به صورتتون الان. دستم رو گرفتم به سنگ، اونجا انگشتر از دستم در آمد و گم شد. که الان اینجا میبینیم انگشتره نیست. بله، از دستم در آمد و گم شد. بعد هم که خب الان نشستم روی سنگ و حالا دستمال گرفتم خونه ها رو دارم پاک میکنم که انگشتره چی شد؟ انگشتری چی؟ ما اومدیم پایین دیدم انگشتر نیست. چمران از این که انگشتر گم شد خیلی ناراحت شد. روز بعد ظهر اومد انگشتر رو برای من آورد. رفته بود با دو سه از بچه‌هاش، رفته بودن اونجا گشته بودن تا بالا و این انگشتر رو پیدا کردن برای من. واقعا اصلا عکس بعدی شاید هم بعید نیست وردی خونده، رمز خونده، انگشتر تو دستش ظاهر شده. از او غیر متوقعه نبود. بله، اینم همونجاست که همونجاست. بله، حالا داریم خستگی در میکنیم، میگن با من چی کار کردید بدون انگشتر؟ بدون بله انگشتر نیست دست من. خب بعدی رو ببینیم. بسیار خب، اینا عکسای لبنان بود. حالا یه سری عکس دیگه هم داریم، حالا نشونتون میدم. خیلی وقت کم داریم، یه چیزی رو من مایلم اشاره بکنیم راجع به دکتر چمران. مطمئنم انشالله یه فرصت دیگه پیدا میکنیم، ولی یه چیزی وجود آخه وقتم نداریم، ولی اینا لازمه من بخونم. یه نامه هایی دارند دکتر طباطبایی و دکتر چمران با هم دیگه
یه بخشیش رو من ابتدای گفتگو خوندم، چند تیکه دیگه از چند نامه هم هست دست من که اینها رو من برای شما بخونم. از حال من بخواهی بد نیستم، هنوز زندم، ادامه همون نامه است که ابتدا خوندم. از حال من بخواهی بد نیستم، هنوز زندم و این خود معجزه است. کسی که همه روزه به دریای مرگ فرو می رود، کسی که زیر رگبار گلوله ها زندگی می کند، کسی که دشمنان به قتلش کمین کرده و همه جا دام افکنده اند و باز همین آدم زنده باشد، راستی که معجزه است و گاهی احساس کردم که من به سوی مرگ میتازم و مرگ از من میگریزد. این ادامه همون نامه است که بخشش رو من خوندم. اما یه نامه دیگه دکتر ما اینجا داریم. صادق مهربانم، نمیتوانم چیزی بنویسم، زیرا اگر بخواهم قلب خود را باز کنم باید با اشک و خون بنویسم و این کار الان مقدورم نیست. چقدر دلم گرفته، چقدر پژمرده‌ام، زیر کوهی از دروغ و غم فشرده می‌شوم. این نامه لبنان نوشته شده. زیر کوهی از دروغ و غم فشرده می‌شوم و مسئولیت بزرگی که بر دوشم گذاشته شده است سنگینی می‌کند. احتمالاً اشاره است به همون مدرسه و جنبش عمل و مسئولیت اجتماعی. افتان خیزان برای ادای وظیفه قدم برمی‌دارم و آرام آرام به سوی سرنوشتی مجهول به پیش می‌روم. و دلم برای تو خیلی تنگ شده است. رابطه غریبی داشتید شما با هم. تا راز و نیاز قلبی خود را با تو باز کنم، از ظلم ها و ستم ها، از خیانت ها و جنایت ها سخن بگویم و شهادت بهترین و صمیمی ترین دوستان خود را بازگو کنم و فقر و درماندگی و گرسنگی محرومین را بگویم و رسالت سخت آینده را گوش زد کنم. این هم یه بخش دیگه. یه چیز دیگه برام مهمه دکتر، میدونم شما میخواین راجعش توضیح بدین. این بخشی از یه نامه دیگه که خیلی بر من غریبه دکتر. صادق عزیزتر از جانم، سلام آتشین مرا بپذیر. کاش کسانی که این بخش از نامه های دکتر رو الان دارن از زبان من میشنوند دستنوشته های دکتر رو دیده بودند. دکتر چمران خیلی غریبه توی نوشتن. نیایش های دکتر رو اگر ببینید، آدم اهل رودرواسی و مداهنه و نون با کسی قرض دادن و اینها نیست. آدم عارف مسلکی که همگی این روزها و همه روزها و سالهای رفته برای حسرت میخوریم. نمیدونم چرا این رو برای دکتر نوشته بوده. صادق عزیزتر از جانم، سلام آتشین مرا بپذیر و اشتیاق بیش از حد و شور و شوق و اشتیاق بیش از حد و شور و شوق بی اندازه از کسی که تو را دوست می‌دارد و در دریایی از غم و درد و مشکلات غرق شده است که حتی فرصت نمی کند سر خود را از میان سیلابه ها بیرون بکشد و به آسمان بلند خدا بنگرد و یا به ستارگان زیبایش خیره شود و یا با ماه تابانش راز و نیاز کند. و این نامه خود راز و نیازیست با تو که ماه منی و ستاره منی و دوست منی که راز و نیاز مرا با آسمان بلند خدا می رسانی. این چه اتفاقیست؟ خیلی چیز غریبیه دکتر. آقای طباطبایی، دکتر چمران کسی بوده که قدر کلمات رو خیلی خوب میدونسته، دشواریهاش، توان تحملش و رابطهش با شما. البته من زیاد هم مایل نیستم که یعنی عمق دوستی ها یعنی روابطم با چمران رو بازگو بکنم. یعنی من اصلا هرگز به این مسائل نمی پرداختم. اگر نه، این رو من از یه جای دیگری پیدا کردم، از یه کتابی، از کتاب آقای حجتی کرمانی. از کتاب آقای حجتی کرمانی 13 تا از نامه هایی که چمران به من نوشته بود آقای حجتی چاپ کردن در کتاب لبنان به روایت چمران و امام موسی صدر، که البته نامه ها خب همینجوری این مقدمه این نامه هاست، بعد دیگه شرح حوادثه. مثلا اون نامه قبلی 40 صفحه است که شرح تل زعتر و نبعه رو میده. بخش اول شما خوندم 40 صفحه. 40 صفحه نام است که میده. در این حالم گزارش وضع روزمره و اینهاش بود. بله، ولی پیوند یه پیوند غیر عادی عجیب غریبی بود که بگذاریم ازش. جاش خالیه دکتر چمران. به یک موضوع دیگه میخوام خیلی سریع اشاره بکنم. سلام، دیروز با آقای دکتر صادق طباطبایی گفتگویی رو شروع کردیم در مورد شهید دکتر چمران. اون گفتگو به فرجام ضروری خودش نرسید. قرار بود که سیری که آقای دکتر از خاطرات خودشون از دکتر چمران شروع کرده بودند، از اروپا و امریکا تا لبنان و بازگشت به ایران و تا زمان شهادت ادامه پیدا بکنه، ولی زمان این امکان رو ما نداد. بنابراین
و باز به فرمایش شما و مطابقت از دستور شما دوباره از آقای دکتر دعوت کردیم و تشریف آوردن که ازشون خیلی ممنونم. مردم خیلی راجع به گفتگوی دیروز نوشتند، هم در تقدیر و تحسین شما و هم در مورد خود شهید دکتر چمران که حالا برخیش رو خدمت شما عرض خواهم کرد. ولی اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر، بعضی از بخش‌هایی از نامه‌هایی که دکتر چمران به شما نوشته بودی که تو بخشش رو دیروز رسیدیم بخونیم، ولی بخش عمده‌ای طبیعتاً موند که حالا من نمی‌دونم در کتابتون شما چاپ می‌کنید. یه بخش‌هایی هم دیروز هم عرض کردم در کتاب لبنان آی حجتی کرمانی چاپ شده. اگر شما موافق باشید من با بخشی از یک دیگه از همون نامه‌ها که البته یه بخشی رو دیروز خوندم از همون شروع می‌کنم و ادامه میدم. شرح خوبی میده به هر حال، فضای خوبی از روحیه و حال و احوال خود شهید دکتر چمران میده. کلمات غریبی است، خواهش می‌کنم خیلی دقت بکنید. من دارم نامه بخشی از یک نامه شهید دکتر چمران رو به آقای دکتر صادق طباطبایی میخونم. سال 53 این که الان دست منه. بله من. صادق عزیزتر از جانم، سلام آتشین مرا بپذیر و اشتیاق بیش از حد و شور و شوق بی اندازه از کسی که تو را دوست می‌دارد و در دریایی از غم و درد و مشکلات غرق شده است که حتی فرصت نمی‌کند سر خود را از میان سیلاب‌ها بیرون بکشد و به آسمان بلند خدا بنگرد و یا به ستارگان زیبایش خیره شود و یا با ماه تابانش راز و نیاز کند. و این نامه خود راز و نیازی است با تو که ماه منی و ستاره منی و دوست منی، راز و نیاز مرا به آسمان بلند خدا میرسانی. خوش می داشتم که در کنارم بودی و می توانستم کمی با تو راز و نیاز کنم و عقده های درونی خود را باز نمایم و از فشار غم و درد بر قلبم بکاهم. تو میدانی که از مرگ نمی ترسم و از شکست نمی هراسم و در مقابل ظلم و زور تسلیم نمی شوم و جز در برابر خدای بزرگ و حق و حقیقت در برابر هیچ چیز تعظیم نمی کنم. و تو میدانی که ناراحتی من به علت مصائب و مشکلات و تحمل درد و رنج و حتی شکست و مرگ نیست. من همه آنها را با آغوش باز استقبال میکنم. تو میدانی که من زاده غمم و پرداخته درد و رنج و دریای مرگ غوطه میخورم تا به ساحل نجات برسم. تو میدانی که از همه چیز خود دست شستم، دنیا را سه طلاقه کردم، از همه علایق قلبی سخت بریدم و بنابراین قبول شکست و مرگ خیلی ساده و زیباست. و راست میگویم که همیشه آرزوی شهادت دارم و اعتراف میکنم که گاه گاهی به امید شهادت خود را به خطرهای حتمی میاندازم. قضای پروردگار چه بوده است که مرا تا به حال حفظ کرده است؟ راحتی من از ظلم و جنایتی است که اکنون بر محرومین و دردمندان و به خصوص شیعیان در لبنان میگذرد. ظلم و جنایتی که سابقه 1400 ساله دارد. ظلم و جنایتی که ریشه فلسفی و تاریخی دارد، که با حقد و کینه ریشه گرفته و در لباس اختلافات دینی و مذهبی آراسته شده و استعمار و استثمار و استهمار نیز بر آن افزوده گشت. این نامه ادامه پیدا میکنه، من به همین اندازش فکر میکنم لااقل توی این بخش کفایت بکنه. کلماتی که به خصوص بخشهایی از این کلمات به نظر نمیاد که در حالت خودی آدم، فهم آدم احتمالاً سر زده باشه، مال یک الهامی است، مال بی خودی آدمه، مال آدمهای خاصه. نمیدونم قیاس درستی است یا نه آقای دکتر طباطبایی، شما بگی. ما توی تاریخ عرفان و ادبیاتمون هم نشانه هایی از نیایش آدمهای از جنس خود ماها ولی از اولیاء خدا با او رو دیدیم. مثلا مراجعات های خواجه عبدالله انصاری، من با گفتگو با آقای مهندس چمران هم عرض کردم در همون نوجوانی و بچگی و سالهای جنگ اوائل که ما آشنا می شدیم با شهید چمران، همین کلمات تأثیر غریبی گذاشت و برای آدم کم سن و سالی مثل من هم غنیمت بسیار بزرگی بود. شما شهید چمران رو خیلی خوب می شناختید و سالهای سال معانس و رفیق او بودید در لبنان، در اروپا، در ایران. بگذارید اجازه بدید من همینجا بله بس بسیار خوب میخواستم از اونچه که مردم فرمودن عرض بکنم که یه جایی به من اجازه بدید که شما رو بخونم. من حال عادی خودم رو دوباره پیدا کنم. عرض کنم که تردیدی برای ما باقی نمیگذاره. همین یک نامه، اگر هیچ چیز دیگه از چمران باقی نمی بود،
همین یک نامه نشان از اینه که او بدون تردید از اولیاء الله. اون قسمت هایی که برادر گرامیشون قرائت کردن یا دست نوشته های دیگه یا مناجات های دیگش که به جای خود در قرآن در سوره مریم میخونیم که ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که ایمان میارند و عمل صالح انجام میدند اولیا، خداوند مودت اونها رو در دل انسانها جا میده. فراز دیگری هست از حضرت امیر در فرمان به مالک اشتر یا در نامه به مالک اشتر، انما یستدل علی الصالحین ما یجری الله لهم علی السن عباده. این دو تا اون آیه، این فراز از کلام حضرت امیر اینه که خداوند اون چیزی رو که بر زبان انسان‌ها جاری میکنه در مورد یک انسانی، از اون چی بر زبان مردم جاری میشه، میشه فهمید اون شخص کی بوده و چی بوده. شما این تصاویری که دیدید، این ماجرایی که امشب در دهلویه خواهید داشت که چندین هزار نفر در جایی میرن که دکتر چمران اونجا مصدوم شد و به فیض شهادت نائل آمد، اون ماجرایی که در طول تشییع جنازش بر زبان مردم جاری شد، دیگه دقیقاً معیاری است برای این آیه قرآن و این فراز از کلام حضرت امیر. حالا من دو قسمت دیگری هم دارم که این رو به مناسبت در طول برنامه خدمت بینندگانتون خواهم داد. از این عبارات که نگاه میده واقعاً سخن گفتن در مورد چمران مشکل سخت، سهل و ممتنع. هر چقدر کسانی که بیشتر باش مأنوس بودن کمتر در موردش میتونن حرف بزنن یا براشون مشکل تره در موردش صحبت کردن. زندگی زندگی عادی نیست، درک لحظاتش، درک حالاتش. بذارید من همینجا یک خاطره کوچیکی رو نقل بکنم. خیلی خوبه. باز تصادفاً در لبنان بودم و در شهر سور در انستیتو تکنولوژیش نشسته بودیم، سر سفره نهار میخوردیم، چند تا از دوستان بودیم. یک مرتبه من احساس کردم که مصطفی داره تو خودش میره. حالتش هم خب برای من خیلی ملموس بود دیگه. من هر حرکتش و هر موجه چشمش و هر انگوشش رو تکون میداد میفهمم، میدیدم چشگاهی، میگفتم مصطفی چه مرگته، بگو، حرف بزن، خالی کن خودتو، نریز توی وجودت. خیلی عباداش که به زبون بیاره اون چیزی که در دل داره. هی دیدم داره مثل فانوس تا میشه. همین که داشتم بهش متمرکز میشدم بخواستم از اون حال بکشمش بیرون، یک مرتبه فریاد زد که جمالو بگیرید. بعد خودش آمد و نگاه به اطراف کرد و عذرخواهی کرد و بعد من فهمیدم که یک چیزی در درونش شعله کشیده. جمال پسرش، پسر کوچیکش که دیروز گفتم که بغلش کرد و بوسیدش و اون صحنه پیش آمد. آقای شهیدی، 5-6 ساعت از این ماجرا گذشته بود که از امریکا زنگ زدند، خانومش که جمال در استخر غرق شد. کی، چی، چطور؟ خانمش تعریف میکرد که من از بالای ایوان بالکن نگاه میکردم، کنار استخر قدم میزد، رفت یه چیزی توپی رو آب بود، مد برداره که من فریاد زدم جمالو بگیرید، و خدمه ای که تو حیات هستند، و افتاد تو آب. تا اطرافیان اومدند و رفتم بالا خودم رسوندم، متاسفانه دیر شده بود و جمال فوت کرده بود. ساعت رو که برگردونید، در اون لحظه‌ای که جمال داره به طرف استخر میره، یک مرتبه این دوست عزیز ما میبینه صحنه رو و فریاد میزنه که جمال رو بگیرید. همون حالت که خانمش گفت فریاد زده جمال رو بگیرید. همه یه قصه، این نشونه یه چیه؟ قریبه؟ بله. حالا نظیر این داستان ها
ما شاء الله زیاد وقتتون نمیخوام بگیرم به این سری مسائل، اما الا ما شاء الله از این خاطرات قدرت غریبی داشته. پس خیلی خیلی قدرت عجیب و غریبی داشت و دیروزم خوب یک صحنه هایی رو تعریف کردم براتون. یک وصیت نامه ای داره خطاب به آقای صدر، به امام موسی صدر، که خیلی بلند بالاست، چون به همین مطلب او میخوره. اجازه بدید که من فرازی ازش رو بخونم براتون. باشه، همراهتون اگه هست. وصیت میکنم به کسی که او را بیش از حد دوست میدارم، به معبود من، به معشوق من، به امام موسی صدر، کسی که او را مظهر علی میدانم، او را وارث حسین میخوانم، کسی که رمز طائفه شیعه و افتخار آن و نماینده 1400 سال درد و غم و حرمان و مبارزه و سرسختی و حق طلبی و بالاخره شهادت است. آری، به امام موسی صدر وصیت میکنم. کسی که وصیت میکند آدم ساده ای نیست. بزرگترین مقامات علمی را گذرانده، سردی و گرمی روزگار را چشیده، از زیباترین و شدیدترین عشقها برخوردار بوده. گفتم بهتون با خانمش واقعا مثل دوتا دل داده، بعد از این همه سال ازدواج و 4 فرزند با هم یک کلمه دیگه لیوان آب به من بده یا لیوان آب و بیار، اصلا حالت دلدادگی و شیفتگی در چشم هر دو مشاهده میشد. از زیباترین و شدیدترین عشقها برخوردار شده، از درخت زندگی، لذات زندگی میوه چیده، از هرچه زیبا و دوست داشتنیست برخوردار شده و در اوج کمال و دارایی همه چیز خود را رها کرده و به خاطر هدف مقدس زندگی دردآلود و اشکبار و شهادت را قبول کرده است. آری، ای محبوب من، یک چنین کسی با تو وصیت میکند. از اینکه به لبنان آمدم و 5 یا 6 سال با مشکلات سخت دست به گریبان بودم، این پیداست که خیلی سالها پیش نوشته شده، یعنی قبل از اختفای امام موسی صدر، هنوز در 5-6 سال تازه در لبنان بوده دیگه. از اینکه به لبنان آمدم و 5 یا 6 سال با مشکلات سختی دست به گریبان بودم متاسف نیستم. از اینکه آمریکا را ترک گفتم، از اینکه دنیای لذات و راحت طلبی را پشت سر گذاشتم، از اینکه دنیای علم را فراموش کردم، از اینکه از همه زیبایی ها و خاطره زن عزیز و فرزندان دلبندم گذشتم متاسف نیستم. از آن دنیای مادی و راحت طلبی گذشتم، به دنیای درد و محرومیت و رنج و شکست و اتهام و فقر و تنهایی قدم گذاشتم. با محرومیت همنشین شدم، با دردمندان و شکست دلان هم آواز گشتم. از دنیای سرمایه‌داران و ستمگران گذشتم، به عالم محرومین و مظلومین وارد شدم. با تمام این احوال متاسف نیستم. تو ای محبوب من دنیایی جدید به من گشودی که خدای بزرگ مرا بهتر و بیشتر آزمایش کند. تو به من مجال دادی تا پروانه شوم، تا بسوزم، تا نور برسانم، تا عشق بورزم، تا قدرت‌های بی‌نظیر انسانی خود را به ظهور برسانم. از شرق به غرب عالم، از شرق به غرب، از شمال تا جنوب لبنان را زیر پا گذارم و ارزش‌های الهی را به همگان عرضه کنم تا راهی جدید و قوی به آنها بنمایانم. تو ای محبوب من رمز طایفه‌ای و درد و رنج 1400 ساله را به دوش می‌کشی. اتهام و تهمت و هجوم و نفرین و ناسزای 1400 ساله را همچنان تحمل میکنی. کینه های گذشته و دشمنی های تاریخی و حقد و حسد های جانسوز را به جان میخری. تو فداکاری میکنی، تو از همه چیز خود میگذری، تو حیات و هستی خود را فدای هدف و اجتماع انسان ها میکنی و دشمنانت در عوض دشنامت میدهند، خیانت میکنند، به تو تهمت های دروغ میزنند و مردم جاهل را بر تو میشورانند و تو ای امام لحظه ای از حق منحرف نمی شوی و عمل مثل انجام نمی دهی و همچون کوه در مقابل طوفان حوادث آرام و مطمئن به سوی حقیقت و کمال قدم بر می داری. از این نظر تو نماینده علی و وارث حسینو هستی. من افتخار می کنم که در رکابت مبارزه می کنم و در راه پر افتخارت شربت شهادت می نوشم. تو را دوست می دارم و این دوستی بابت احتیاج یا تجارت نیست.
در این دنیا به کسی احتیاجی ندارم. حتی گاه گاهی از خدای بزرگ نیز احساس بی‌نیازی میکنم. این عرفان میدونید یعنی چی؟ این مسئله از او چیزی نمیطلبم، احساس احتیاج نمیکنم، چیزی نمیخواهم، گله ای نمیکنم، آرزویی ندارم. عشق من به خاطر آن است که تو شایسته عشق و محبتی و من عشق به تو را قسمتی از عشق به خدا میدانم. همچنان که خدای را میپرستم و عشق میورزم، به تو نیز که نماینده او در زمینی عشق میورزم. این عشق ورزیدن همچون نفس کشیدن برای من طبیعی است. درود آتشین من به روح بلند تو باد که از محدوده تنگ و باری که خودبینی و خودخواهی بیرون است و جولانگاهش عظمت آسمان ها و اسماء مقدس خداست. عشق سوزان من فدای عشقت باد که بزرگترین و زیباترین مشخصه وجود توست و ارزنده ترین چیزی است که مرا جذب تو کرده است و مقدسترین خصیصه است که در میزان الهی به حساب می آید. این خطاب به امام موسی است. نصیحت نامه خطاب به ایشون. حالا اگر قسمت مربوط به دکتر شریعتی رفتیم، یه قسمت هایی هم اونجا بله دیروز نقل خواهم کرد. بله. یه من نمیدونم وقتش چون متابعت از مردمه یه قدری در مورد خانواده ایشون خواستن بدونند. شما اطلاعی دارید؟ من از آقای مهندس هم پرسیدم، گفتن اطلاعی از خانواده ایشون و از فرزندشون ندارن. شما میدونید؟ بله در ارتباط هستیم و دوستان میرن میان و همین پارسال، البته تا 8-9 سال پیش خبر نداشتند که اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده. میدونستن مصطفی شهید شده، اما اینکه خیابان ها به نامش، میدانگاه ها، استادیوم ها و چه جایگاهی در این در بین این مردم داره اطلاع نداشتند. البته من اونجا اون موقع به بنیاد شهید گفتم این وظیفه شماست، این آدرس و این مشخصات اینها. به هر حال فرزندان نیاز مالی ندارن. دیروز هم خدمتتون گفتم اینا در اوج رفاه و اشرافیت زندگی کردن. میگه دیگه مصطفی همینجا همه چیزو داره نقل میکنه دیگه. اما به هر حال فرزندان مصطفی رو باید لااقل بزرگن، الان زن و بچه دارن هر کدومشون، اما دستی به سر روشون کشیده بشه. افتخارات ما هستن، افتخارات این سرزمین، و حتما نشانه هایی از دکتر چمران با اونها هست. حتما عطر و بویی از اونها در اونها، غیر ممکنه نباشه. همینجور آدمی با این اندازه بعید است. نمیدونم تا حالا فکر کنم کوچکترینشون لااقل تا 7-8 سالگی با ایشون بودن دیگه، از زمانی که از لبنان خارج میشن. بله، حدودن بله، کوچکترینشون باید تو سن حدودن باشه. نه کوچکترینشون جمالی که 4 سال داره، 4 سال زمانی که خارج میشه از لبنان. بله دیگه، وقتی بعدم به رحمت خدا میره با این ترتیب. این حیفه تو این همه سال نمیدونم چرا هیچ کس جستجوی جدی برای پیدا کردن اونها، برای حضورشون در ایران اینها نکرده. بله ولی مشخصه کجا، در امریکا. بله در امریکا هستن، بنیاد شهید مراجعه کنن، من آدرس بهشون میدم. آها نشانی هاشونو دارین. بله. و اصلا اطلاعی ندارن که پدرشون در ایران؟ چرا خبر دار؟ یعنی اون موقع از جایگاه پدرشون رو در ایران تا 8-9 سال پیش نمیدونستن که چه جایگاهی مردم برای پدرش قائل هستن، برای پدرشون قائلن، که ملت ایران چه ارزشی برای مصطفی قائله. فکر میکردن که اونم مثل یکی از فرزندان اومده و در جبهه، در راه کشورش، در راه وطنش. میدونستن پدرش در پدرشون در چه جریانی است. خانم میدونست که در چه مسیری گام برمیده و شنیده بود که شهید شده. خب اونم مثل چند صد هزار نفر دیگه شهید شدن و تمام شد. اما اینکه مصطفی چه جایگاهی در بین این ملت داره، آیه قرآن که عرض کردم که مودتش در دل میلیون ها انسان هست، اون چیزی که بر زبان مردم داریست در مورد مصطفی خبر نداشتن، که البته خب خوشبختانه خبردار شدند و الان هم خبر دارند. گاهی پس شما ارتباط دارید. بسیار خوب، این هم در مورد خانواده ایشون.